آنچه برای خانواده های قربانیان پرواز 752 باقی مونده یادگارهایی است که هر کدام خاطراتی را به یادشون میاره، خاطراتی که با خود دلتنگی و شاید اشک به همراه داره و اونها را به دنیای دیگری میبره، دنیای پیش از سرنگونی این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران. نوشتن اما میتونه به این خانواده ها کمک کنه تا سنگینی بار اندوهی رو که بر دوش دارن کمی سبک کنن. شاید به همین دلیله که گروهی از این خانواده ها در دوره خاطره‌نویسی منیرو روانی پور، یکی از نویسندگان صاحب نام ایرانی، شرکت کردند تا خاطرات خودشون رو بنویسن و اون رو در جلسات مجازی این دوره با او و همدردانشون به اشتراک بگذارن. منیرو روانی پور، نویسنده‌ای که بخشی از شهرتش به خاطر حضورش در جریان‌های اجتماعی است، از نوادا در آمریکا همراه ما شده. خیلی خوش آمدید. ممنون میشم در ابتدا از این دوره خاطره‌نویسی خودتون بگید، چطور شکل گرفت و جلساتش الان چطوری برگزار میشه؟ خیلی ممنون. سلام بر بینندگان شما. واقعا من متاثر شدم از این برنامه‌تون، داشتم میدیدم و خیلی ممنون که کار میکنید. واقعا یعنی باید همه ما ضد فراموشی، ضد افسردگی و ضد پلشتی حرکت کنیم. این خاطرات، من سپتامبر بود که داشتم کلاس‌های خاطرات نویسی رو میبستم که از مجموعه کلاس‌های کتابی منتشر کنم و دیگه کلاس‌ها رو تموم کنم، کلاس‌های خاطره نویسی رو، که مرسا از گروه استرالیا با من تماس گرفت، گفت بچه‌های بازماندگان هواپیمای اوکراینی میخوان که براشون کلاس بذاری و من برای یه لحظه موندم. واقعا هم از اینکه منو صدا زدم خوشحال بودم، هم از اینکه نمیدونستم چی کار باید بکنم با کسانی که رو آتش نشستن و دارن میسوزن، چطوری میتونم کار کنم که اینا شروع کنم به نوشتن. 8 جلسه بود دوره اول که واقعیت بهتون بگم تا جلسه پنجم من به خودم گفتم اگر نه این کاری که من کردم اثر نداشته باشه، من کلاس رو تعطیل میکنم. برای که همش شیون بود، همش گریه بود، همش خاطرات و رنجهای بی پایانی بود که سنگ و آب میکرد. ولی خب در لابلای این کلاس ها ببینید، اصلا دیگه هیچ نوع روانشناسی جواب نمیداد، هیچ نوع کاری که کارای اکادمی، کارای کلاسیک، تو باید خودت تجربه این چنینی داشته باشی تا بتونی از پس این وحشت و غم و اندو بر بیای. یادم اومد به اون چی که بر خودم و خانوادم گذشته و فکر کردم که چطوری میتونم اینا رو مثل خودم رو پاهاشون نگه دارم، کاری کنم که بتونم وایسم رو پاهاشون. و فکر کردم اول از همه اینه که بهشون بگم شما تا زنده هستین بچه هاتون زنده هستن. شما اگر تن به افسردگی بدین، اگر فقط گریه کنین، اگر فقط بشینین یه گوشه‌ای، یونم بهشون گفتم ما دو راه داریم، یا میتونیم خودکشی کنیم یا میتونیم وایسیم رو پای خودمون و با سیاهی، تاریکی، پلشتی، شیادی مبارزه کنیم. بهشون گفتم من روز سوم برادرم دست زدم رو سفره، روز سوم دزدکی گرفته بودیم، من دست زدم رو سفره، گفتم من به این سفره قسم میخورم که آدم ها رو دوست داشته باشم، دنبال انسانیت برم و از مبارزه دست نکشم. زنده های فکر من میگم مبارزه مسلحانه، گریه کرد. گفتم ابدا اینجوری نیست، جانب هیچ گروهی رو نمیگیرم بجز انسانیت، بجز انسان دوستی، بجز شادی، ضد افسردگی بیاین حرکت کنیم. ببینین برای که لشکر شیطان میخواد ما رو ناتوان کنه، ما در مقابل این ناتوانی قرار میگیریم. خیلی خوب، این آسون نبود. 5 جلسه طول کشید و با تمرینایی که میدانن که اینا رو ذره ذره، حتی شده روزی 1 ثانیه از اون ذهنیت غم‌انگیز و مصیبت زده جدا کنم. و وقتی که پنجمین جلسه با ترس و لرز واقعا رفتم، دیدم اینا برای اولین بار دارن میخندن و خودم شروع کردم گریه کردن، برای که باور نمی‌کردم. خانم روانی پور، آیا این امکان وجود داره که یه پاراگراف از خاطره یکی از شرکت کنندگان در این دوره رو برای ما بخونید، اگر امکانش هست؟ بله، براتون؟ بله، اتفاقا جاله برای من فرستاده، من الان رو فیسبوکش تو بخش پیام ها براتون میکنم. متشکرم.
به روزهای تاریک و غم‌انگیزی نزدیک می‌شویم. اصلا دور شده بودیم. یک روز که از دست دلم حسابی کلافه شده بودم، رفتم پیاده روی. از کنار گل فروشی که گذشتم تعطیل بود. کرونا در زندگی را تخته کرده است. آقای گل فروش یادش هست که روزی به خوشحال ترین زن این شهر سبد گلی فروخته است. من اما یادم هست چهارشنبه چهارم دیما ساعت 4 بعد از ظهر محمد و شکوفه می رسیدند. ظهر رفتم دنبال رایا و از مدرسه آوردمش. پشت چراغ قرمز به صورت هماهنگ می رقصیدیم. حالا چپ، حالا راست، حالا قرش بده، دست، دست، دستا شله. سر راه کنار گل فروشی نگه داشتم و سبد گلی خریدم. رایا رویا نوشت گل برای گل. به خانه که رسیدیم مامان و رایا و برادرم مسعود تا لحظه آخر به دو می کردند. آخرین مأموریت پخش مربای هویج و پوست پرتقال بود. محمد این مربا را خیلی دوست دارد. همه با هم رفتیم دنبالشان. وقتی دوباره به هم رسیدیم انگار هیچ وقت از هم دور نبوده ایم. گویا عشق واقعی همین است. کیلومترها فاصله، اقیانوس‌های بینمان و هیچ لانگ دیستنسی حریفش نمی شود. متشکرم از شما خانم روانی پور، خیلی ممنون، بسیار تاثیرگذار. امیدواریم که این خاطرات در آینده به عنوان بخشی در واقع از تاریخ کشور ما منتشر بشه و دیگران هم بتونن این نوشته ها رو بخونن و بدونن که بر خانواده ها و دیگران چه گذشته. ممنونم از شما که همراه ما بودید، منیرو روانی پور، متشکرم.